سرخط خبرها. پاکستان با این نوع اظهارات خود میخواد برای دنیا نشان بده که گویا افغانستان مرکز تروریسم است و برای همسایه ها و برای تمام جهان خطر است. امیدوار هستیم که به یاد داشته باشیم که زنان و دختران افغانستان باید چنین سیاست ها تنها آسیب پذیر نمیشن. چنانچه ملاقات سفیر ایالات متحده آمریکا با وزیر خارجه پاکستان در مورد بی‌ثباتی های اخیر پاکستان هم. سلام و وقتتون بخیر. به مجمع خبری این ساعت از یک خوش آمدید مشروع خبرها. وزارت داخلی پاکستان بار دیگر از افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در امتداد مرز با افغانستان ابراز نگرانی کرده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی به طور مداوم در تلاش تخریب دیوار مرزی در امتداد مرز با افغانستان هستند. این در حال است که امارت اسلامی همواره فعالیت گروه های عراسفگان در خاک افغانستان را رد کرده و تاکید نموده که به هیچ کس اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کنند. ادعای پاکستان از افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان. وزارت داخلی پاکستان بار دیگر از افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در امتداد مرز با افغانستان نگرانی کرده است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی به طور مدام در تلاش تخریب دیوار مرزی در امتداد مرز با افغانستان هستند. وزارت داخلی پاکستان همچنان گفته که چند روز قبل جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی که میخواستند به مرز پاکستان و افغانستان در ولسوالی باجاور نفوذ کنند از سوی نیروهای پاکستانی کشته شدند. پاکستان با این نوع اظهارات خود میخواد برای دنیا نشان بده که گویا افغانستان مرکز تروریسم است و برای همسایه ها و برای تمام جهان خطر است و بالاخره زمینه مداخلات خود در افغانستان پیدا بکنه و یک بهانه را به دست بیاره. من فکر میکنم تحریک طالبان پاکستان هم مانند سایر گروه های جنگی و تروریستی که پاکستان تولید کرده یکی از همون گروه هاست و تا هنوز بود تحت هدایت مستقیم اداره ایسای پاکستان است. بر بنیاد گزارش رسانه ها، وزارت امور داخلی پاکستان همچنان گفته که فعالیت تحریک طالبان پاکستانی پس از خروج نیروهای نظامی امریکا از خاک افغانستان افزایش یافته است. کشور پاکستان در صدد بازی خطرناک در افغانستان است. دوام نامنی ها و انفجارات و دوام تنش های سران پاکستان و افغانستان بالای روابط دیپلماتیک و سیاسی هر دو کشور در آینده تاثیرات منفی خواهد داشت. غرض رفع نگرانی های هر دو کشور و غرض مارکدن فعالیت های گروه های تروریستی
به امانگی اما جانبه اردو کشور نیاز مبرم است. این در حال است که امارت اسلامی همواره فعالیت گروه های هراس افغان در خاک افغانستان را رد نموده و تاکید کرده که به هیچ کس اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کنند. روزنامه فاینانشال تایم گزارش داده که ممنوعیت تحصیل بانوان در افغانستان سبب رو آوردن ده ها هزار دختر افغان به استفاده از برنامه های آموزشی آنلاین در دانشگاه پیوپل در امریکا و مرکز آموزشی آنلاین در بریتانیا شده است. در گزارش آمده که در سال گذشته میلادی دست کم 21 هزار دانشجو برای آموزش آنلاین در دانشگاه پیپال امریکا ثبت نام کردند. طبق این گزارش با وجود چالش‌های اینترنتی و وضع بد اقتصادی مردم در افغانستان، اما هنوز هم به عنوان آموزش از راه دور را یگانه راه حل برای حل محدودیت ها سر راهشان عنوان کردند. عمیرا یوسفی جزئیات می‌دهد. آموزش از راه دور یگانه راه برای ادامه تحصیل بانوان در افغانستان. پس از آگست سال 2021 و بسته شدن در به مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران و بانوان در افغانستان سبب شده است تا آنان با آموزش از راه دور بپردازند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که ممنوعیت تحصیل بانوان در افغانستان سبب رو آوردن ده ها هزار دختر افغان به استفاده از برنامه‌های آموزشی آنلاین در دانشگاه پیپل در آمریکا و مرکز آموزشی آنلاین در بریتانیا شدند. در گزارش آمده که در سال گذشته میلادی دست کم 21 هزار دانشجو برای آموزش آنلاین در دانشگاه پیپل آمریکا ثبت نام کردند. امیدوار هستیم که بیاد داشته باشیم که زنان و دختران افغانستان با یک چنین سیاست ها تنها آسیب پذیر نمیشن. این مردان و جامعه افغانستان هست که آسیب پذیر میشن، چنانی که در بیشتر از 2 سال گذشته آسیب های ناشی از یک چنین سیاست ها را در افغانستان مشاهده کردیم. امیدوار هستیم که درک شود که زنان و دختران افغانستان فارغ از بحث جنسیتشان شهروند افغانستان هستند و باید اجازه داده شود که مسئولیتشان را در برابر کشور، مردم و مملکتشان بتوانن ادا بکنند. با وجود این که دسترسی به اینترنت در سراسر افغانستان کم و نابرابر است و در مناطق روستایی تنها 2% از بانوان به اینترنت دسترسی دارند، اما هنوز هم بانوان آموزش از راه دور را یگانه راه برای حل محدودیت های سد راهشان عنوان کردند. حسنی صبور دانشجوی یکی از دانشگاه های آنلاین از چالش های آموزش از راه دور چنین روایت دارد. در قسمت دروس آنلاین به مشکلاتی که دچار هستم بلند بودن هزینه اینترنت، نداشتن موبایل هوشمند و کامپیوتر و کم کیفیت بودن اینترنت در افغانستان است و همچنان عدم دسترسی به برق دوامدار می باشه. و فرق بین آموزش آنلاین حضوری است که آموزش حضوری قابلیت دسترسی برای همگی است، چون آموزش آنلاین هزینه بیشتر را صرف میکنه و اشخاصی که وضع اقتصادی خوبی نداشته باشند قابلیت پرداخت هزینه بلند اینترنت و خریداری کمپیوتر و موبایل هوشمند ندارد. بیشتر از 2 سال از بسته شدن درب مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم و 1 سال و چند روزی از ممنوعیت بانوان از دانشگاه ها میگذرد. تأکید جامعه جهانی پیوسته بر این است تا این محدودیت ها هرچه زودتر پایان یابد و حقوق بانوان بیشتر از این نقض نشود. اما امارت اسلامی میگوید که حقوق بانوان در کشور بیشتر از هر زمان دیگر تامین است. رسانه های پاکستانی از دیدار وزیر خارجه این کشور با سفیر آمریکا در پاکستان گزارش دادند. بر بنیاد این گزارش ها دونالد بلوم سفیر آمریکا در پاکستان با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان در مورد پناهجویان افغانستان در پاکستان بحث و گفتگو کردند. قرار گزارش رسانه‌های پاکستانی، سفیر آمریکا در این دیدار روی انتقال امن پناهجویان افغان که قرار است به آمریکا انتقال یابند تاکید کرده است. این در حال است که در گزارش دیگر حکومت پاکستان از اخراج 500,000 پناهجوی غیر قانونی که اکثر آنها شهروندان افغانستان هستند از این کشور خبر داده است.
چنانچه ملاقات سفیر ایالات متحده آمریکا با وزیر خارجه پاکستان در مورد بی‌ثباتی‌های اخیر پاکستان و همچنان عملات تروریستی و غیره که باعث نگرانی کشور آمریکا گردیده است، زیرا با بی‌ثباتی و بی‌نظمی در پاکستان صلح و ثبات در منطقه بر هم خورده، منافع پاکستان دست می‌رود و همچنان به خاطر عدم اخراج مهاجرینی که از افغانستان و پاکستان اقامت دارند و به آمریکا باید انتقال پیدا بکنند شاید صحبت شود تا آنها را اخراج نکرده. در خصوص آمار مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج میشه توسط مقاومت پاکستانی ارائه میشه، سری باید باور نشه و مطابق پالیسی و منفیت خود آمار مختلف را میتن، شاید کم باشه و شاید زیاد باشه بر صورت. اما این پروسه را هم باید باور نکنید که با میگن که ما که متوقف میسازیم و نمیزه پاکستان از این بهره میگیره، میخواه فشار وارد کنم بر طالبان، خواسته خود را تعمیل کنم. سردار مجید شجاع فرمانده مرزبانی ایران گفته که در 9 ماه گذشته بیش از 50,000 تن شهروندان غیر قانونی افغانستان از این کشور اخراج شدند. رسانه های ایرانی به نقل از این مقام گفتند که ورود و حضور این اتباع در ایران مشکلات را به همراه داشته و تاکید کرده شهروندانی که با مدرک غیر قانونی حضور دارند آنها نیز شناسایی شده و به کشورشان بازگشت داده می شوند. در همین حال این رسانه مدعی شده که نزدیک به 7,000 تن از شهروندان افغانستان در زندان‌های گوناگون ایران به سر می‌برند. بازگشت 50,000 پناهجوی افغانستان از ایران. سردار مجید شجاع فرمانده مرزبانی ایران گفته که در 9 ماه گذشته بیش از 50,000 تن از شهروندان غیرقانونی افغانستان از این کشور اخراج شده‌اند. رسانه‌های ایرانی به نقل از این مقام گفتند که ورود و حضور این اتباع در ایران مشکلات را به همراه داشته و تاکید کرده شهروندانی که با مدرک غیرقانونی حضور دارند آنها نیز شناسایی شده و به کشورشان بازگشت داده می شوند. مرزبانان این استان در حفاظت از مرزهای کشور بسیار هوشیار هستند و اجازه ورود متجاوزان مرزی به خاک کشور را نمی دهند و ما در مدت یک ماه گذشته بیش از 60,000 پناهجوی افغانستان از طریق مرزهای این استان را اخراج کرده ایم. با این حال برخی از افغانها به دلایل نداشتن مدارک قانونی و نقص قوانین مهاجرتی یا مسائل امنیتی از سوی مقامات ایران شکنجه و دیپورت می شوند و از سوی دیگر هم دولت ایران از آنها به عنوان یک ابزار برای تحقق هدفهای خود در منطقه استفاده می کند. و به طور کلی وضعیت مهاجران افغان در ایران بسیار دشوار است و آنها با مشکلات مانند عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی، بیکاری، تبعیض و از دست دادن حقوق انسانی خود مواجه هستند. در همین حال این رسانه مدعی شده که نزدیک به 7,000 شهروندان اهل افغانستان در زندان‌های گوناگون ایران به سر می‌برند. شماری از آگاهان وضعیت بازگشت کننده ها از کشورهای همسایه را نگران کننده خوانده و از حکومت سرپرست تقاضا دارند تا با وضعیت این پناهجویان رسیدگی عاجل نمایند. با آغاز شدن فصل سرما و اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، نظام حاکم درون کشور جدای از روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه باید که مهاجرین افغان اخراج شده را مورد حمایت اقلام ضروری حیات حداقل برای مدت مشخص قرار دهد. همچنین ظرفیت کمهای حمایتی درون کشور را برای آن عدد مهاجرین که فاقد مسکن و خانه می باشد باید افزایش دهند. این در حالی است که در این اواخر ایران و پاکستان رویکرد اجباری اخراج پناهجویان را در اولویت قرار دادند و در چند ماه پسین هزاران شهروندان افغانستان از این دو کشور اخراج شدند. سخنگوی وزارت فواید عامه در صفحه اکس گفته که قرار است 76 مسجد در 28 ولایت کشور ساخته شود. با گفته وی این مساجد در شاهراهای کشور در هر 70 کیلومتری اعمار می شود و این مساجد
گنجایش 170 مرد و 130 نمازگزار زن را خواهند داشت. بر بنیاد خبرنامه وزارت فواید عامه، این مساجد در تمامی شهرهای کشور طبق فرمان رهبری امارت اسلامی و به منظور ایجاد سهولت برای شهروندان افغانستان اعمار می شود. د عبدالقادر امیر المؤمنین شیخ صاحب په امر سره په ټول افغانستان کې 15 اویا مسجد جوړیږي. دا پر ولایتو باندې تقسیم دي. خاص په کندهار کې 3 مسجد جوړیږي چې یو دغه دی نن موږ افتتاح کوو، یو د کندهار د شپین بولدک په مابین کې دی، یو د میوند د کندهار په مابین کې دی. د کندهار او د کابل په مابین کې شپږ مسجد دي. جمله ټول 15 اویا مسجد دي او د کندهار او د کابل په مابین کې شپږ مسجد دي. مولای عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران با شماری از اعضای شورای علما دیدار و گفتگو کرده است. معاون سیاسی در این دیدار در حالی که در مورد فعالیت مدرسه های دینی با علمای دینی تبادل نظر کرده، افزوده که مدارس دینی می توانند در آماده سازی دانش آموزان مدرسه و پیشرفت کشور نقش حیاتی داشته باشند. آقای کبیر بار دیگر بر مسلکی سازی مدرسه های دینی تاکید کرده و گفته دولت باید با چالش های موجود در نهادهای دینی رسیدگی کند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران امروز با هیئت از شورای علما و برخی استادان مدارس دینی در کابل دیدار کرده است. در این دیدار معاون سیاسی در مورد چالش‌های فراروی مدارس دینی در کشور بحث و گفتگو کرده و بر اهمیت و ظرفیت سازی بیشتر آن در کشور تاکید کرده است. محترم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء افزایش مدارس دینی را به منظور آماده سازی زمینه تعلیم برای تمام طلبان مدارس مهم دانست و افزوده که حکومت در چارچوب وزارت معارف و مدارس دینی هم توجه خاص میکند. به گفته محترم معاون سیاسی، نصاب مدارس یک بخش مهم است. جهان در حالت پیشرفت بوده و کشور ما که در چانیم دهه ناشی از جنگ ها و تجاوزات بسیار ویران شده، جوانان ما به تعلیم و مضامین ساینسی نیز اشد ضرورت دارد. با این حال معاون سیاسی رئیس وزیران تاکید کرده که در حال حاضر مدارس دینی جزء مهم نهادهای کشور به شمار می روند که نیاز به مسلکی سازی استادان آن می باشد. در صورتی که همچون راهکار در نهادهای تسلیح کشور عملی شود، ما میتونیم شاهد پیشرفت ها در علوم دینی در کشور باشیم و از آن جایی که آموزه های دینی متمرکز بر اخلاقیات و ارزش ها است و بدون شک ما میتونیم شاهد پیشرفت های اخلاقی و ارزشی در بین خود دانشجویان هم باشیم. آقای کبیر همچنان با تاکید در مورد وضعیت آموزشی دانش آموزان گفته دولت باید به چالش های موجود مدارس دینی رسیدگی نماید. دوباره خوش آمدید. کمیته حمایت از خبرنگاران گزارش دادند که شمار تلفات کارمندان رسانه‌ای در جنگ غزه به 77 تن رسیده است. کمیته حمایت از خبرنگاران اعلام کرده که در جنگ اسرائیل و حماس تا کنون 77 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند. تعداد کشته شدگان زمین لرزه ژاپن به 62 نفر افزایش یافته. مقام‌های محلی در ژاپن اعلام کردند که شمار کشته شدگان زمین لرزه روز دوشنبه به 62 تن رسیده است. در پی حملات پهپادی به دفتر حماس در بیروت و ترور نایب رئیس دفتر سیاسی این گروه، مقام‌های ارشد ایران بلافاصله اسرائیل را مسئول این حمله خوانده و این ترور را زنگ خطر جدی برای امنیت منطقه توصیف کردند. و در پی کاهش ورود پناهجویان غیر قانونی، آمریکا مرزهایش با مکزیکو را بازگشایی می‌کند. جزئیات بیشتر در این بسته خبری.
کمیته حمایت از خبرنگاران گزارش دادند که شمار تلفات کارمندان رسانه‌ها در جنگ غزه به 77 تن رسیده است. کمیته حمایت از خبرنگاران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در جنگ اسرائیل و حماس تاکنون 77 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها کشته شدند. به گفته این کمیته 16 خبرنگار مجروح، 3 تن مفقود و 21 تن دیگر بازداشت شدند. این خبرنگاران و کارمندان کشته شده شامل 70 فلسطینی، 4 اسرائیلی و 3 لبنانی است. کمیته حمایت از خبرنگاران در صفحه ایکس خود نوشت که رسانه‌ها و خبرنگاران در فلسطین با حملات سایبری، تهدیدها و قتل اعضای خانواده خود نیز روبرواند. بیشتر گزارشگران بدون مرز برای دومین بار از اسرائیل به خاطر آنچه جنایت جنگی علیه خبرنگاران می‌خواند در دادگاه کیفر بین‌المللی شکایت کرد. واکنش تند ایران به حمله به دفتر حماس در لبنان. در پی حمله پهبادی به دفتر حماس در بیروت و ترور صالح العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی این گروه، مقام‌های ارشد ایران بلافاصله اسرائیل را مسئولین حمله خواندند و این ترور را زنگ خطر جدی برای امنیت منطقه توصیف کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اسرائیل را مسئول حمله پهبادی به دفتر حماس در بیروت و ترور صالح العاروری خواند و هشدار داد که ماشین ترور اسرائیل تهدید واقعی برای صلح و امنیت منطقه است. وزیر خارجه ایران کشته شدن صالح العاروری و تعداد از همراهانش را به اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، اعضای این جنبش آزادی بخش و ملت قهرمان فلسطین تسلیت گفت. آقای امیر عبداللهیان این اقدام را عملیات تروریستی و بزدلانه خواند که ثابت میکند اسرائیل پس از هفته ها جنایت جنگی، نسل‌کشی و ویرانی در غزه و کرانه باختری فلسطین علی رغم حمایت مستقیم کاخ سفید به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است. پیش از این ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم حمله پهبادی به دفتر حماس در لبنان را به شدت محکوم کرده بود و آن را نقض حاکمیت و تمامیت سرزمین لبنان خوان و خواستار واکنش فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. در این حمله پهبادی که دفتر حماس در منطقه زاهیه بیروت را هدف قرار گرفت، علاوه بر آقای آروری، دو فرمانده دیگر حماس به نام‌های سمیر فندی و عظام الاقرا و در کل 4 عضو این سازمان کشته شدند. در پی کاهش ورود پناهجویان غیرقانونی، آمریکا مرزهایش با مکزیکو را بازگشایی می‌کند. مقام های آمریکایی میگویند با کاهش مهاجرت غیرقانونی این کشور 4 گذرگاه مرزی خود با مکزیکو را بازگشایی خواهد کرد. آمریکا گذرگاه‌هایش با مکزیکو را در ماه دسامبر پس از افزایش بی سابقه ورود پناهجویان غیرقانونی به ایالات متحده بسته کرده بود. اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده اعلام کرد که گذرگاه ایگل پاس در تگزاس، 2 گذرگاه در آریزونا و دیگر در سندیکو بازگشایی خواهند شد، اما تاکید کرد که تا آنجا که لازم باشد امنیت مرزی را در اولویت قرار خواهد داد. هفته گذشته پس از سفر برخی مقام‌های آمریکایی به مکزیکو، مقام‌های دو کشور متحد شدند که برای مقابله با افزایش مهاجرت غیرقانونی در مرزهای خود همکاری نزدیک‌تر داشته باشند. خبرگزاری رویترز نوشته که در هفته گذشته آمریکا روزانه 6400 پناهجو را در مرزهایش با مکزیکو بازداشت کرده که کاهش چشمگیری را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد. یک مقام آمریکایی هم گفته که مکزیکو که اجرای قوانین مهاجرت از جمله انتقال پناهجویان به جنوب این کشور و اخراج آنها به ونزوئلا را تشدید کرده است. تعداد کشته شدگان زمین لرزه ژاپن به 62 تن افزایش یافته است. مقام‌های محلی منطقه ایشیکاوا در ژاپن اعلام کردند که شمار کشته شدگان زمین لرزه روز دوشنبه به 62 تن رسیده است. به گفته مقام‌ها زلزله بیش از 300 تن دیگر را زخمی کرده است. عملیات جستجو و نجات مردم در مناطق زلزله زده نیز همچنان جریان دارد. زلزله به بزرگی 7.6 روز دوشنبه در ژاپن رخ داد که ده ها پس لرزه سنگین را به دنبال داشت. صدها خانه بر اثر زلزله فرو ریخته است و همچنان مسیرهای رفت آمد مسدود شده است. این بود خبرها تا این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.